بچه‌های عزیز، همه ما توی پارک ها، توی حوض‌هایی که داخل پارک قرار دارن یا در کف استخرها چراغ‌های روشن رو در شب دیدیم. این چراغ‌های روشن به عنوان منابع نور گسترده پرتوهایی رو تو فضا دارن چیکار می‌کنن؟ پخش می‌کنن. این پرتوها وقتی میخوان بیان از سطح آب خارج بشن یه اتفاقی براشون میفته. شما وقتی از بیرون دارید به سطح آب نگاه میکنید، در سطح آب لکه‌های روشنی مشاهده میکنید. من میخوام ببینم که اصلاً پرتوهای نور هنگامی که داخل آب دارن منتشر میشن و به سطح آب میرسن چه اتفاقی براشون میفته و چه جوری میتونیم قطر اون لکه‌هایی که در سطح آب ایجاد شدن رو با هم دیگه حساب کنیم. دقت کنید. شما تصور کنید یه چراغی در کف استخر روشن. خب پرتوهای نور این چراغ در همه جهات پخش میشه. یه پرتو عمود میاد مستقیم خارج میشه، مشکلی نیست. یه پرتو یه خورده زاویه دار میاد، زاویه تابشش هم از زاویه حد کوچیک‌تره. مثلا شما مجوز بگیره دیگه، وقتی کوچیک‌تر باشه وارد محیط دوم میشه و از خط عمود هم دور میشه. باز یه خورده اون طرف در یه پرتو دیگه میاد، زاویه تابشش از نظر اندازه با زاویه حد برابر میشه، اون وقت مماس خارج میشه. یه خورده اون طرف در یه پرتو دیگه میاد، زاویه تابشش از زاویه حد بزرگتره، اون وقت بازتاب کلی میکنه. حالا شما به عنوان ناظر بیرون با ایستایی در به سطح آب نگاه میکنی. خب از این نقطه به بعد که دیگه پرتوهای نور خارج نمیشن، اینا که یا مماسرن یا برگشتن تو آب. پس تویی که بیرون با ایستادی فقط این یه تیکه است که نور داره میاد بیرون، همون رو روشن میبینی. پس یادمون باشه لکه روشن دقیقاً تا جاییست که حد اتفاق بیفته. از حد به بعد نور یا مماسه یا بازتاب کلی کرده، پس دیگه ما اون رو نمیبینیم. پس از بیرون وقتی نگاه میکنیم همه جای سطح استخر کاملا تاریکه، فقط یه لکه روشن در سطح آب ایجاد شده. پس من میتونم شکل رو به این صورت بیام بنویسمش. پرتوهای نور در صورتی از آب خارج میشن که زاویه تابش آنها کمتر از زاویه حد باشه. حالا اگر من بخوام این رو شکلش رو بکشم به این صورت میام مطرح میکنم، میگم چراغ در کف استخر قرار داره، پرتوی که مستقیم میاد مستقیم میره، پرتوهایی که واگرا دارن میان به حد که برسن مماس خارج خواهند شد. این زاویه زاویه حد میشه و این قطری که اینجا روشن هست قطر همون لکه روشنی است که ما میخوایم به دست بیاریم. پس دقت کنید، چراغی در عمق هاش در کف استخر روشن است، قطر لکه روشن که در سطح آب دیده میشود از چه رابطه‌ای به دست میاد، دیگه بعدش میشه شکل هندسی. خب بگید این زاویه الان چند بود؟ زاویه قبل از حد رد میشن، بعد از حد برمیگردن. پس ما تا اینجا فقط روشن داریم. پس این زاویه زاویه حده که از نظر اندازه با این زاویه برابر هست. این فاصله میشه قطر که نصفش کنی میشه شعاع و ارتفاعش هم تا محل چراغ میشه هاش. پس من میتونم خیلی راحت یه مثلث قائم و زاویه پیدا کنم و بگم تانژانت این زاویه میشه ضلع مقابل به مجاور. میام مینویسم میشه آر بر روی هاش. پس شعاع اون لکه روشن میشه هاش تانژانت زاویه حد. اگه دو برابرش کنیم قطر رو به ما میده. پس قطر لکه روشن از رابطه دو هاش تانژانت سی به دست میاد که در اینجا سی زاویه حد هست. ما میتونیم این رابطه رو به خاطر بسپاریم و در حل تست ازش استفاده کنیم، ولی توصیه من اینه که راهش رو یاد بگیرید. پس بچه ها، قطر لکه روشن در سطح آب چجوری به دست میاد؟ باید یادمون باشه زاویه هایی که کمتر از زاویه حد هستن خارج میشن، اونها روشن دیده میشه و حد و بعد از اون بازتاب کلی میکنن و دیگه دیده نمیشن. به عنوان نمونه، یک منبع نقطه نور در کف استخر پر از مایع با ضریب شکست 2 رادیکال 3/3 قرار دارد. اگر عمق آب رادیکال 3 متر باشد، قطر لکه روشن در سطح آب چند متر است؟ 3/6 2 رادیکال 3 رادیکال 3/2. پس من میام اولین کاری که انجام میدم زاویه حد رو به دست میارم. میگی چرا؟ چون من میخوام به دست بیارم چی رو؟ قطر لکه روشن رو. دی مساویست با 2 هاش تانژانت سی، پس سی رو لازم دارم. زاویه حد میشه 1/n، 1/2 رادیکال 3/3 اگر دور در دور نزدیک در نزدیک کنیم گویاش بکنیم، حاصل برابر میشه با رادیکال 3/2. خب سینوس چه زاویه رادیکال 3/2؟ 60 درجه. پس ما زاویه حد رو به دست آوردیم. حالا شکل مسئله رو میکشیم. یه چراغی در کف استخر پرتوها رو میفرسته، اونایی که حد هستن مماس خارج میشن، این لکه روشن این زاویه زاویه حد میشه، این زاویه هم زاویه حد میشه، ارتفاع هاش هست و شعاع هم که برابر با آر هستش. حالا اگر بخوام جاگذاری کنم قطر میشه 2 هاش تانژانت سی، عددها 2 ضرب در رادیکال 3،
ضرب در تانژانتش از تانژانتش هم که رادیکال 3 است در هم ضرب بشن میشه 3، 2 3 تا هم میشه چند تا؟ 6 تا. پس قطر لکه روشن هم به راحتی به دست اومد. سوال جالبی بود.